مسکن وقت آقای آخوندی این بند حذف شد از اصلاح قانون اساسی. یکی از اتفاقات غم انگیز تو مجلس نهم بعد از کلی پیگیری این بود که وزیر مسکن وقت نامه زد به رئیس مجلس که آقا این تو حوزه مسکن نباشد با بهونه هایی و متاسفانه این همه پیگیری برای قانون بسیار مهم یعنی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن دوباره از دستور کار خارج شد و اینه که میگم خیلی مهمه که تو مجلس ما بالاخره نماینده هایی داشته باشیم که مسئله شناس باشن و موضوع رو متوجه بشن، درد مردم رو متوجه بشن و بتونن پیگیری بکنن و احیانا مقابل دلایل و بهانه های واهی که هست بتونن پاسخ بدن و از حق مردم و محرومین و مستضعفین دفاع بکنن. اینا که این انتخاب ما رو خیلی مهم میکنه و یک صندلی هم به تعبیر از تمام که تو تیتراژ دید خیلی مهمه که کی روی اون صندلی سبز بشینه. بله دقیقاً فرمایش شما که یه نماینده با یک رأی میتونه این تغییر رو انجام بده، در واقع پیگیری در اون مجلس دیگه موفق نشد برای برگشت، در مجلس دهم دوباره پیگیری شروع شد و از ابتدای مجلس شروع شد منتها سال 97 یه در واقع طرح اعلام وصول شد. جالب اینجاست که این سیر رو من دارم عرض میکنم که دوستان بدونن اقتصاد سیاسی واقعا چقدر پیچیده است توی این موضوع. کلیاتش در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و بعد بیچ، یعنی بعد دیگه تا پایان مجلس مشخص نشد این طرح کجاست، در کمیسیون در صحنه. یعنی یه قانون میخوام من جنبندی رو بگم تو این تا اینجا، یعنی یه قانون به این مهمی برای اقتصاد ایران، اقتصادی که تحت تحریم و فشار اقتصادیه، دیدیم تو تقریبا همه کشورهای پیشرو دنیا هم این قانون وجود داره و ثمرات خیلی خوبی در حوزه عدالت هم داشته و در رشد تولید هم داشته. ما مجلس ششممون اینو حذف میکنه، یعنی مردود میشه. مجلس هفتممون کار خاصی نمیکنه، مجلس هشتممون نمیاره پای کار، مجلس نهممون هم دوباره این قانون رو نمیاره و تصویب نمیکنه، تا مجلس دهم هم همینطور، تا مجلس یازدهم که در واقع دوباره این به جریان افتاده، یعنی همین مجلس فعلی که داریم. حالا میگیم تا کجا رسیده و هنوز متاسفانه اجرایی هم نشده. بله مجلس 11 هم اولا یه جای تشکر داره که خب بالاخره جدی‌تر از مجلس قبل اومده پای کار و جزء یکی از اولین طرحهایی که اعلام وصول شد، یعنی آسیب شناسی درست بود. بله، واقعا بود. و انصافا این مجلس فعلی رو خیلی از مسائل مسئله رو درست تشخیص داد و رو مسائل اصلی وایساد. حالا بعضی به نتیجه رسید، مثل حوزه زمین و مسکن به قانونم در واقع رسیدن، تو برنامه هفتم هم اومد. بعضی هنوز کار داره و انشالله مجلس آینده باید نماینده های جدیتر و انقلابیتر پای کار باشن و عملی کنن. بله منطقه خب یکی از چیزهایی که هست شاید یه بحث در واقع اهمیت موضوع هستی که اولویت موضوع هست. شاید مجلس به این اولویت خیلی بعدا توجه نکرد، چون در همون خرداد ما که مجلس اومد پای کار و تیر ما اعلام وصول شد، رئیس کمیسیون اقتصادی مصاحبه‌ای داره و در جلسه گفته که ما تا پایان شهریور اینو تصویب می‌کنیم و تمام میشه. بله. ببینیم چه اتفاقی افتاد در خود ادامه. ما یادم چندین برنامه گذاشتیم یا آقا بجنبید. حالا الحمدلله خرداد 1400 خب کلیات طرح تصویب شد در مجلس و جزء یکی از گزارش‌های پر افتخار مجلس در جلسه با مقام معظم رهبری بود که آقا ما این مسئله رو بالاخره تعیین تکلیف کردیم. از اون تاریخ خب وارد بحث جزئیات در کمیسیون و اینها شد. تقریبا دو سال گذشت تا آقا متن نهایی در سن تصویب بشه. دو سال گذشت، یعنی میخوام اون بحث اولویت هاست که واقعا وقتی زمان خیلی مهمه. اونم تو شرایط میگم تحریمی و جنگ و اقتصادی که بعد جهش‌های ارزی که هر جهش ارزی یه عده رو از رو قله‌های ثروت هی میبره بالاتر و یه عده رو هی مستاجرها رو هی ضعیف‌تر می‌کنه و از نون شب این قانون واجب‌تر بوده، منتها اولویت درست بهش پرداخته نشد. من فقط دو سه تا جمله اشاره کنم که چرا این اتفاق بعضی موقع میفته. این هستش که ببین زینفان هیچ موقع نمیگن ما مخالفیم، به جز یه بنده خدایی که در واقع اعلام کرد صراحتا من مخالفم، بعدش دیگه تقریبا کسی مخالفت نکرد. من تا چند تا راه، یکی میگفتن اولا بذارید کشور آروم بشه فضای اقتصادی بعد این کارو بکنید، در صورتی که ما اتفاقا کشورهایی داریم که دقیقاً در زمان در واقع بحران و جنگ شروع کردن اینو پیاده کردن که بتونن بحران رو کنترل بکنن. بحث بعدی میگفتن که باید یه زیرساخت پیچیده در واقع اطلاعاتی برای این باشه و اینها، که حتی طبق حرف اونا باز بالاخره یه بخشی گذاشته شد که دقت قانون مثلا از 80% برسه به مثلا بالای 90%. بحث بعد اینجاست که میگفتن که نه از یک دارایی هم شروع نکنید، حتما باید همه دارایی ها در واقع یک پارچه باشه و بحث جامع باشه و اینها، که بالاخره این توقف رو تو اون مجلس انجام دادن، تو این مجلس هم به این تاخیر انداختن. منتها بالاخره در نهایت با امضای همه این تشکل‌ها و اینها این طرح در واقع تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. منتها نکته عجیبی که توی این بحث اولویت سنجی هست این هستش که از اون تاریخ که اگه اشتباه نکنم دوباره یک ماه بعدش
در واقع 20 خرداد شورای نگهبان ایرادات خودش و هیئت نظارت مجمع رو انجام داد، تا الان ما متاسفانه چیزی از مجلس ندیدیم. منتها یه در واقع برگردیم به استاد قبل، من هیئت نظارت مجمع توضیح بدم بعد دوباره سراغ مجلس بیام. متاسفانه یکی از در واقع اشکالاتی هم که پیش اومد در این مسیر، یه بحثی همیشه در اونجا بود که آیا ما باید کسانی که این دارایی‌ها رو می‌خرن علاوه بر اون معافیتایی که به عموم مردم میدیم، ما به عموم مردم در این طرح گفتیم که مثلا کسایی که بالای 18 سالن همه نفر یه واحد مسکونی در واقع معاف دارن، هر چند سال هم میتونن تکرار بکنن، یه بخشی زیادی در واقع طلای زینتی میتونن معاف داشته باشن، یه بخشی ارز میتونن داشته باشن، خودروی خودشون در واقع معاف هستش، یعنی توی خانواده چند تا میتونن به تعداد بالای 18 سال بله زن و شوهر و بچه‌های بزرگش همه میتونن بله، یعنی درصد بسیار کمی از جامعه میمونن. حالا در واقع بعضی از دوستان اصرار دارن که برای کسایی که موندن و خودشون باعث دامن زدن به تورم هستن، این در واقع اثر تورم از آیدی کسب بشه، یعنی انگار که ما میگیم آقا دست شما دارن، ببخشید شما اندازه تورم سود نکردید، ما تورم براتون کسب میکنیم، که در حالی که اصلا این قانون فلسفه‌اش جریمه اون کسیه که داره با هدف سوداگری تو حوزه مثلا مسکن یا ترا داره بله، اختلال بله. ایجاد میکنه، ولی میگن نه بیا تورمش رو حذف کن بعد بقیه‌اش رو بگیر. بله متاسفانه تصویری که برای برخی از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع ایجاد شده بود به عنوان در واقع خلاف عدالت بودن، این متاسفانه ایراد گرفته شد. یه بحثم در واقع در کنار بحث تورم، بحث معافیت مناطق آزاد بود. خب مناطق آزاد تولیدش معاف از مالیات، در واقع خرید و فروشش معاف دیگه، خرید و فروش زمین چرا باید معاف بشه؟ تازه همونی هم که رفته بود در واقع شورای نگهبان و مجمع اینقدر معافیت خورده بود بله، که بله. در کارشناسا میگن اصلا خاصیت افتاد اینقدر بله، معافیت. بحث چهارم ورود چهارم ذینفعان اینجاست، یعنی بله. اول میگن برای اینکه ما معافیت کنیم شروع کنید معافیت های متعدد بدید، بعد که معافیت میدید باز در واقع راضی نمیشن و با اصلش در واقع مخالفن. متاسفانه این اشکالات برگشت، مون بالاخره این در واقع ایرادات که برگشت، الان بعد از حدود 8 ماه متاسفانه مجلس هیچ بازخوردی در واقع کمیسیون اقتصادی به شورای نگهبان نداده در خصوص اصلاحات این طرح، و اگر هم خدای نکرده این غفلت ادامه پیدا کنه و به این مجلس نرسه، باید کلی زحمات دوباره شروع بشه از ابتدا، چون قانون و همه این جریانسازی های رسانه‌ای خیلی مهمه. من امیدوارم حالا بعد از انتخابات، حالا چه دوستان رأی آوردن چه نأی آوردن، نمیدونم ناراحت بودن یا خوشحال بودن بعد از انتخابات، حتما سرنوشتشون به هر حال اینو به عنوان گزارش دادن به رهبر انقلاب، حتی به مردم من دیدم گزارش دادن که ما یه همچین کاری کردیم، این تا تصویب نشه و ابلاغ نشه عملا همه این زحمت از بین میره. امیدوارم مجلس فعلی این رو حتما به ابلاغ برسونه و خونسا هم نشه این قانون تو عمل، و انشالله مجلس بعدی ما پیگیری کنیم رو اجراش، این نماینده هایی باشن که پیگیری بکنن، نظارت کنن اجرای این قانون بسیار مهم بود. انشالله هم اجرا هم تقویت در واقع بله بله تقویت بشه، کم کم دوباره اون معافیت های در واقع غیر لازمی که ایجاد شد کم کم اونا برداشته بشه و قانون یه قانون عملیاتی عادلانه ای باشه. انشالله بله ما امیدواریم میخوان... بله انشالله این اتفاق بیفته. این در واقع ذکر مصیبتی که داشتیم خدمت شما که البته واقعا در بطنش امید آفرینیه، یعنی شما ببینید که اگر واقعا نمایندگانی ولو در واقع با تعداد کم باشن و این طرح اساسی رو پیگیری کنن، یه دفعه واقعا به اندازه یه وزارتخونه به اندازه دولت شاید مؤثر واقع بشن در کشور. این طرح هم منتها خب اقتصاد سیاسی پیچیده پیدا کرده، متاسفانه بعد 16 سال پیگیری هنوز به اون ثمر نرسیده. ان شاءالله این برنامه‌های مثل شما این تلنگره باعث بشه که نمایندگان نه مجلس آینده، همین مجلس ان شاءالله بعد از این بعد از نتیجه برسن. به نظر مردم تو شهرهای مختلف بعد از نامزدهاتون، حالا در مورد مسکن گفتیم، اون مسکن ویلایی و ارزای زمین نماینده‌ها بعد پیگیری بکنن که شهرها در واقع ارزای زمین توش اتفاق بیفته و اینها، تو حوزه مالیات بر سوداگری هم بعد از نهایت کاندیداها بپرسید شما موافقید به کسایی که مثلا کارشون سوداگریه و مثلا یه دفعه با خرید و فروش ملک و اینها یه دفعه مثلا 50 میلیارد 100 میلیارد 200 میلیارد سود فقط میکنن، مالیات های 60 70 درصدی ازشون گرفته بشه از سودشون، آیا موافقید یا نه فقط پیگیر مالیات از همین کارگر و کارمند و اینا؟ یعنی باید مصداقی به این سمت ببرید، قول و وعده هایی ازشون، قول هایی ازشون بگیرید. و اینکه میگم جنس نماینده اگر با مردم باشه، هم نشین مردم و محروم است، خودش این رو درک میکنه که بابا وقتی این جریان هایی که دارن با این روش رو دارن، این کار اصلا تولید رو هم نابود، یعنی
بعضی وقتا شرکت های تولیدی ما هم اینا هیچ راهی به جز این ندارن که برن تو حوزه ملک و نمیدونم دلار و اینها. من نمونه های زیادی دارم تو برنامه مثال زدیم، این من آفت اصلی اقتصاد ما مهار بشه. من یادم مثلا 10 سال پیش شرکت فنی مهندسی دانش بنیان، شرکت های خیلی خوب طرف میگفت ما آخر سال مدیر عامل اومد نزدیک 100 تا مهندس ما بودیم، هممون رو جمع کرد گفت آقا این حالا 100 تا یا 200 تا مهندس داشتیم، گفت همه رو جمع کرد گفت آقا سود کل کار مهندس فنی مهندسی شما در حوزه حالا برق و قدرت و انتقال برق و کلتون مثلا با هم دیگه اون موقع مثلا 2 میلیارد سود کردید کل شرکت با این 200 تا مهندس. بعد گفت آقا این آقای فلانی معاون مالی اداری شرکت، ایشون رفته مثلا چند میلیارد پول رفته یه ملک یه زمین خریده گذاشته هیچ کاری هم نکرده، سودی که ایشون کرده مثلا 10 میلیارده. خب میگه ببینید یاد بگیرید مثلا این، یعنی میخوام بگم شرکت های خوب ما رو هم ما به این سمت میفرستیم که آقا تو کار فنی مهندسی تو کار دانش بنیان سودش کمه، ولی اگه بری ملک بخری بندازی یه گوشه وام بگیری بری ملک بخری اون مثلا یعنی 5 برابر این مهندسا سود میکنی. خب این آفت مهم اقتصاد ما که تولید شکل نمیگیره توش، برای اینکه سوداگری به راحتی بدون مالیات سود بادآورده داره و هیچ مالیاتی نمیده و ما انتظار اون از مجلس هامون خیلی بیشتر از این بود برای مهار سوداگری. این مجلس کارهای خوبی کرد، کارو به در واقع 95% رسونده و امیدواریم که بعد از انتخابات به سرعت تصویب بشه. مجلس آینده هم انشالله اینو جدیتر تو اجرا و تو اصلاحاتش کمک بکنه و نظارت بکنه که عملی بشه. انشالله که فریب زینفعان رو نخورم به عنوان مردم، چون مردم خیلی از مردم شاید نیمی از مردم نه خودروی دارن نه در واقع ملکی دارن نه از تحصیلاتی استفاده کردن که نگران این مالیات باشن. بله شاید حدود 4-5% حد اکثر در واقع مردم مشمول این میشه. تشکر عزیزی، ما میخوام اتفاقا یه بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب در پایان بخش اول برنامه‌مون ببینیم راجع به همین سوء استفاده کن‌هایی که در حوزه‌های مختلف در واقع حرفه‌ای میرن کارو انجام میدن. در مورد نظام بانکی هم رهبر ما نکته جالب داره، این رو هم با هم ببینیم که تذکرها ایشونه که انشالله مجلس آینده تعیین تکلیف بکنه وضعیت بانک های سوداگر اقتصاد ایران رو. خداحافظی میکنم از شما و تشکر. یک شرط دیگر همین است که از سوء استفاده ها غفلت نشه. بعضی ها سوء استفاده کردن، سوء استفاده می کنند. سوء استفاده چی؟ وجود دارد انواع و اقسامی هم این ابتکار ایرانی، این ذهن مبتکر ایرانی همچون که در کارهای خوب به درد می خوره در شیطنت هم گاهی اوقات همین ابتکارها به وجود میاد. یه روش های عجیب و غریبی رو برای سوء استفاده انسان می بینه، مشاهده می کنه تو گزارش ها. خب مسئولین باید مراقبت کنن، هم قوه مجریه هم قوه قضاییه، دستگاه های ناظر باید مراقبت کنن. طرف کارخانه دولتی رو، من اینو به رئیس جمهور محترم گفتم، ایشون گفتن ما میخواییم کارخانه های فلانجا رو بفروشیم در اظهار عمومی، من گفتم مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما میخره نه به قصد اینکه کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده، کارخونه رو میخره، ماشینالات رو میفروشه، زمین رو هم برج درست میکنه، کارگرها رو هم بیرون میکنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کنها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانک ها که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن هم تو هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن بعد شرکت‌های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان قرض وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی
با رونق تولید حل می شود، اینا رو می توانه از این طریق حل کند. بنابراین مسئله مهمی است. بله، هشدارهای صریح رهبر انقلاب رو دیدیم و چقدر موشکافانه ایشون تذکر دادن، به ویژه حالا مسئله بانک ها رو و این رشد قارچگونه بانک ها رو. می‌بینیم هر چقدر این بانک های خصوصی ما بیشتر شدن، اقتصاد ما آسیب و دنبال مهار این سوداگری و سفته بازی در اقتصاد ایران و مهار این خلق نقدینگی بی‌ضابطه و بدون پشتوانه بانک های خصوصی و برخی از بانک های دولتی، و انشاءالله به مرور ما در واقع هم رشد تولید رو ببینیم و هم افزایش عدالت و کاهش فاصله‌های طبقاتی رو، و این همش نیازمند انتخاب شماست. خدا شاهد ماهایی که پشت صحنه بعضن پیگیر این قوانین میشیم، دوستانمون نیروهای پژوهشی و اندیشکده‌هایی که باشون مرتبطیم تو مجلس میرن تو کمیسیون‌ها و اینها، بعضی وقتا یک نماینده‌ای که حرف مردم رو متوجه بشه میتونه یک قانون بسیار مهم و یعنی حاصل کار 4-5 ساله تیم‌های پژوهشی و اندیشکده‌های انقلابی و تخصصی رو بره و قانون بکنه، و بعضی وقتا یک نماینده‌ای که وابسته بشه به باندهای قدرت و ثروت و در واقع تعارض منافع داشته باشه میتونه این تلاش رو نابود بکنه. خیلی مراقب باشیم، حضور ما خیلی مهمه و انتخاب درست ما، انتخاب نماینده مردمی، نماینده‌ای که سبک زندگی شبیه مردم باشه، نماینده‌ای که با شاستی بلندهای چند میلیاردی میاد رأی از شما بگیره، فردا این قوانین مهم عدالت خواهانه رو جلوش رو میگیره. حواسمون باشه به سبک زندگی نماینده، بچه‌هاش کجا درس میخونن، مدرسه دولتی میره، غیر انتفاعی میره، بچه‌ش خارج از کشور، داخل، نمیدونم، انواع روش‌هایی که میتونید مطمئن بشید یک نماینده از جنس مردمه، عملکرد سابقش چقدر دغدغه مردم رو داشته، برنامه‌اش چیه برای همین آفت‌های مهم اقتصاد ایران، برای نظام بانکی، برای نظام مالیاتی، برای مسئله مسکن. دقت بکنیم، انتخاب درست ما میتونه کم کم ان شاءالله مشکلاتمون رو یکی پس از دیگری حل بکنه، کما اینکه میگم تو این مجلس فعلی واقعا برخی از مشکلات حل شد، خیلی از مشکلات هم متاسفانه هنوز مونده که نیازمند انتخاب درست ماه. ما اگر شرکت نکنیم، همون آدم‌هایی که بالاخره پول تبلیغات دارن و انواع روش‌ها رو بلد هستن، اونا به رأی میارن. شما باید پس حضور داشته باشید. میخوام یه تشکرم بکنم از همکاران عزیزم در صدا و سیما که یه کار خوب امسال اتفاق افتاد، یه کار بزرگ، 200 تا شبکه در واقع انتخاباتی، شاید بی‌نظیر باشه این کار توی دنیا در راستای عدالت انتخاباتی، که همه بتونن در واقع بدون هزینه کردن زیادی بتونن صداشون رو در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف مردم برسونن. یه کار بزرگ و همکارانم هم کردن. اگر در شهرهای مختلف هستید میتونید با در واقع تنظیم مجدد تلویزیونتون این شبکه‌ها رو پیدا بکنید و فیلم‌های تبلیغاتی نماینده‌ها، کاندیداها، نامزدها و مناظره‌هایی که شکل گرفته، بیش از 1000 تا مناظره شکل گرفته در شهرهای مختلف، اینها رو ببینید. یه خدا قوت واقعا باید گفت و کمک خیلی بزرگیه. انشالله حتما تو شهر خودتون برید و از این طریق صحبت‌های نماینده رو و اون نامزد رو بشنوید که چقدر از جنس این مسائل هست، چقدر شعارها و حرفای کلی متفاوت. اما چند تا پویش‌های مردمی خیلی زیادی برای افزایش حضور مردم و افزایش مشارکت مردم شکل گرفته. ما می‌خوام راجع به دو تا از این پویش‌ها صحبت بکنیم تا قبل از اینکه به موضوع بعدیمون برسیم. یه پویش قشنگ من دیدم توی استان بوشهر شکل گرفته به اسم پویش 48-48 که گفتن 48 ماه در واقع خدمت هست، دوره 4 ساله، و 48 بار این نماینده ها باید ماهانه، نماینده هایی که عضو این پویش میشن، نامزد هایی که میشن اگه نماینده شدن، بعد 48 بار بیان در مساجد جامعه هر شهر و به مردم گزارش کار بدن و پاسخ بدن و در تصمیم گیری ها مشورت کنن با مردم. در سه حوزه هم هستش که شفافیت برای مردم، هم در واقع نامزدها میان که هم آراشون شفاف بشه، هم حقوق و دستمزدشون و درآمدها و دارایی هاشون، ثروتشون شفاف بشه، هم الان هم در طول نمایندگی، و هم گفتن که باید نماینده بعد از انتخاب هم ما رها نمی کنیم نماینده رو و باید کنار مردم باشه، باید پاسخگو باشه. عرض کردم 48 ماه
هر 48 بار باید بیاد در مسجد جامع هر شهر پاسخ بده، و اینکه تصمیم گیری موضوعات هم باید با مشورت مردم باشه تو این 4 سال. پویش خیلی خوبی هستیدم در 3 تا حوزه انتخابیه بوشهر، جوان ها پیگیری کردن در بوشهر و گناوه و دیلم، در دشتستان، در کنگان، در یرجم و عسلویه نامزدها میتونن به این پویش بپیوندن. به نظرم ایده خیلی خوبیه، کاش تو شهرهای دیگه هم و استانهای دیگه هم پیگیری میشد. اما یه پویش دیگه هم در تهران ما از بچه‌های دانشگاه های تهران، از جمله با ابتکار دوستان دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه خواجه نصیر پیگیری شد به نام پویش ایران آرا، که در بین حالا مردم این پیگیری شده. با هم ببینیم از مردم خواستن که هر کی بگه چی کار است و چی کار میکنه تو این 4 سال، و از نماینده‌ای که میخواد انتخاب بشه چه توقعی داره با حضور در انتخاباتش. این پویش رو، یه گزینش رو با هم ببینیم. با عزیزانمون در دانشگاه خواجه نصیر تلفنی خیلی کوتاه صحبت میکنیم و بعد میریم سراغ بحث اصلیمون. سلام، من یه پدرم. تلاش برای تربیت فرزندان صالح با من، پیگیری پیاده سازی طرح خوب زیست شهر نوین مولد که شهر و دیاری با خونه‌های وسیع می‌سازه که مردم بتونن با آرامش تشکیل خانواده بدن و فرزندان خوبی رو تو محیط سالمی تربیت بکنن با شما. ابوالفضل برزگر هستم، مسئول گروه جهادی شهید حسین مومنی در پویش ایران آرا شرکت می‌کنم. صحبت بنده خطاب به نماینده‌های مجلس اینه که تلاش برای تقویت زیرساخت اقتصادی مناطق مرزی استان خراسان جنوبی با بنده و شفافیت در بحث بودجه حقوق دولتی معادن استان خراسان جنوبی با شما. من یک استاد دانشگاه هستم. ما دانشگاهی ها وقتی میتونیم با علم خودمون تولید اقتدار و ثروت بکنیم که شما مردم عزیز امنیت کشور رو تضمین بکنید، و تضمین امنیت کشور با رأی دادن و شرکت در پای صندوق‌های رأی، و شما نماینده مجلسی که با رأی مردم انتخاب میشید قول بدید که قوانین خوب در جهت توسعه علمی و فناوری کشور رو مصمم کنید. من کارمند امور فرهنگی هستم. این فیلم رو برای پویش ایران آرا میگیرم. انجام فعالیت‌های فرهنگی و هدایت تیم دانشجویی با من به کارگیری جوانان مستعد در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی با تو. به میدون آوردن ظرفیت‌ها با ما، تلاش برای خودکفا کردن کشور، مقابله با فساد و تبعیض، رفتن به سمت فناوری‌های پیشرفته و درگیر کردن مردم تو همه کارها با شما. من یه طلبم. حل کردن بن‌بست‌های فکری و فرهنگی با ما، جور کردن زمینه و امکانات با شما. من یه دانش آموزم. پیشرفت و تلاش کشور با من، جلوگیری از مافیای حقوق با شما نمایندگی. من یک فعال رسانه‌ای هستم. پیگیری عدالت رسانه‌ای و رسوندن حرف مردم به مسئولین با ما، پیگیری حقوق مردم و مستضعفین و مبارزه با فساد و تبعیض هم با شما. من یه کاسبم. تلاش و کوشش برای ارتقاء تولید داخلی با من، جلوگیری از قاچاق با تو. بله، با هم دیدیم این بخش رو. ما قرار هست گفتگو بکنیم با آقای شمس از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر که در واقع با دوستانشون ابتکار این پویش رو با بچه‌های دانشگاه دیگه زدن، یه توضیح بدن خیلی کوتاه. سلام عرض می‌کنم آقای شمس، خدا قوت و تشکر از این ایده ابتکاری خوبت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، برگزار کنندگان برنامه سرعیا و همچنین بینندگانی که ما رو در این برنامه همراهی میکنن. من خیلی مختصر اول به عنوان نماینده کوچیکی از دوستانی که حالا کمک میکنن رو بحث پویش ایران آرا، یه هدف و شکلگیری این پویش رو توضیح بدم. پویش ایران آرا فارغ از همه پویش هایی که
تا الان مطرح شده راجع به بحث دعوت کردن یا نکردن مردم به بحث رأی دادن و مشارکت توی انتخابات، به دنبال انتخاب آگاهانه و انتخاب مسئولانه هست، در به دنبال یک مسئول ایجاد یک مسئولیت متقابل ما بین مردم و مسئولین هست. بعد بنای یک چیزی که ما در مقابل هر حق یک تکلیف داریم و اگر واقعا رأی دادن رو حق مردم عنوان می‌کنیم، به دنبال این هستیم که خب اگر ما مردم حقی داریم برای رأی دادن، هر کدوممون هم تکلیف و مسئولیتی داریم. مسئولیتی داریم در قبال ساخت ایران آینده، ساخت ایران پیشرفته، ایران قوی، چه پدر باشیم، چه مادر باشیم، معلم باشیم، دانش آموز باشیم، دانشجو، استاد، کارگر، کارمند، فعال رسانه‌ای، فعال فرهنگی، اهل هنر و سینما، تو هر قشری باشیم، یک کاری رو برای ایران آینده، برای این کشورمون یه فعالیتی رو انجام میدیم. این اون چیزی هست که ما به عنوان مسئولیت متقابل مردم انجام میدیم و در مقابل همه ما، چه اون کسایی که رأی میدن و اون چه کسایی که رأی نمیدن، یک انتظاراتی از نمایندگان خودشون داخل مجلس و مسئولین دارن که این مسائل و این انتظارات در قالب‌های مختلف می‌گنجه. این سعی کردیم این ابتکار رو، این مسئولیت متقابل اجتماعی رو در قالب جمله‌های ساده چند ثانیه‌ای که به عنوان مثال میگم، یه معلم میگه آقا تعلیم و تربیت نسل آینده با من، بحث تحقق عدالت وضع قوانین و تحقق عدالت آموزشی با تو نماینده مجلس. سعی کردیم با این عبارات ساده که حالا در کلیپ ها مشاهده کردید، سعی کنیم این هماهنگی اگر میخوام شرکت کنم، ما هم اینجا اگر اجازه بدید میخوام بیستم و در پویش شما از همینجا شرکت بکنم، از طرف خودم و همکارانم در برنامه ثریا. اگر دوستان بسته من رو بگیرن، من به عنوان یک فعال رسانه‌ای و به همراه همکارانم در برنامه ثریا عرض میکنم که کمک به دیدبانی برای دستاوردها و چالش‌های مسیر پیشرفت ایران از ما و پیگیری شفافیت و مبارزه بی‌امان با فقر و فساد و تبعیض و مهار اقتصاد غیر مولد و ثروت‌های بادآورده و سوداگری و حمایت ویژه از تولید واقعی از شما نماینده منتخب، انشالله که جمعه مردممون نماینده هایی رو انتخاب بکنن که به واقع پیگیر همین مطالبات واقعی مردم و اقتصاد ایران و وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیازهای کشور باشن. تشکر میکنم. میخوایم وارد بخش دوم برنامه بشیم که یکی از موضوعات باز مهم دیگه هست که مجلس هم توش نقش جدی داره، موضوع نظام سلامت. حالا در ثریا هم اگه یادتون باشه پیگیری کردیم، یکی از مسائل بحث افزایش سرانه پزشک بود و افزایش پذیرش دانشگاه‌ها به صورت در هم در حوزه پزشکی عمومی و هم پزشکی متخصص، که حالا پیگیری‌هایی انجام شد، اخبار خوبی هم رسید که خدمتتون عرض می‌کنم. یک گزارشی ببینید که از ابتداش مال کره جنوبی هست. کره جنوبی تقریبا حدود 2 برابر ما سرانه پزشکش هست، اما اخیراً به خاطر همین مشکلاتی که در حوزه عدالت و دسترسی داشتن، خواستن این رو افزایش بدن تعداد پزشکا رو، و پزشکاشون تحسن کردن و اعتراض کردن. حالا موضع رئیس جمهور کره جنوبی هم جالب هست، این رو با هم ببینیم و بعد یه بخشی از برنامه مهمون بعدیمون هم به جایمون اضافه میشن. کنگانل چیکیویا هم گشیمید. 의료 서비스의 수요는 빠르게 증가하고 있습니다만 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 특히 필수 의료 분야의 의료 인력은 더 현저하게 줄어들었고 그 결과 지역 필수 의료도 함께 붕괴되었습니다. 지역 필수 의료 체계의 붕괴는 지역에 사는 국민들의 건강과 안전이 매우 위험해졌다는 것을 의미합니다. Patients have left their jobs since the protests began, and patients were left in the lurch with crucial treatments and surgeries getting cancelled.
현장의 주역인 전공의와 미래 의료의 주역인 의대생들이 국민의 생명과 건강을 골무로 집단 행동을 해서는 안 됩니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 일은 국가 안보, 치안과 함께 국가가 존립하는 이유이자 정부에게 주어진 가장 기본적인 헌법적 책무입니다. 그러한 차원에서 ظرفیت مصابه خوبی است به شرطی که این ظرفیت زیرساخت ها هم تأمین بشود. من اینجا باید عرض کنم که سازمان برنامه بودجه باید بیاد به این مصابه عمل کنم. این در حالی است که چندی پیش وزیر بهداشت از رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود مصوبه ی افزایش ظرفیت برای سال آینده اجرایی نشود. ما هنوز هم در فضای آموزشی و هم در خوابگاه ها دچار در واقع کمبود هستیم که به هر حال درخواستمون از شورای انقلاب فرهنگی بوده که حتما برای سال آینده توقفی در افزایش ظرفیت بده. به تو خود صدا سیما و برنامه ثریا و اینها هم باید یه مقداری مشکلات ما رو بدونن که بالاخره این افزایش ظرفیت ها با توجه به امکانات با صورت بگیره. وقتی امکانات خوابگاهی در واقع به اندازه کافی نباشه، بنابراین افزایش ظرفیت هم نباید غیر معقول انجام بگیره و این درخواست وزارت بهداشت همیشه بوده و الان هم هست. بله، با هم این بخش رو دیدیم که یه مروری هم بود به برنامه قبلی ثریا، اما یه مهمان عزیز و آشنا برای ثریا و مخاطبای ثریا در خدمتشون هستیم در این بخش، آقای دکتر داروش چیوایی. سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. زنده باشین. بله آقای چیوایی که خب ما حدود 6-7 سالی در ثریا در خدمتشون بودیم، الان به خونه خودشون اومدن دوباره. زنده باشین. ممنون از شما. و خب ایشون کارشناس حوزه اقتصاد سلامت هستن و حالا بعد از ثریا مدتی در خبر تلویزیون بودن، اگه مردم یادشون باشه، و گزارش‌های خیلی خوبی رو پیگیری کردن در میز سلامت خبرگزاری صدا و سیما و پیگیری کردن همین موضوعات و از جمله همین افزایش ظرفیت رو، و بعد هم مدتی در برنامه پایش، و الان دوباره رفتن سر کار همون حرفه‌ای خودشون، تخصصی خودشون در حوزه اقتصاد سلامت و مدیریت و سیاست گذاری حوزه سلامت، کارهای پژوهشی و مطالعاتی، و باز هم ما در خدمتشون در ثریا هستیم. حالا امیدوارم بعداً دوباره ما در ثریا بیشتر ازشون استفاده بکنیم. باشه بایی، سلام عرض میکنم مجدد. سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که دوباره از قاب ثریا با مردم صحبت کنم. منم همینطور سلام میگم خدمت هم بیننده های عزیز. خیلی خیلی دلم برای شما تنگ شده و خوشحالم که خدا این توفیق رو به ما داد بتونیم یه بار دیگه از طریق این قاب در خدمت شما باشیم. آقای محسودی عزیز که همیشه لطف داشتن و پیگیری مسائل اصلی کشور رو می‌کردن، حالا هم می‌خوایم راجع به بحث سلامت صحبت کنیم و مجلس توی سلامت. یه سلام به وزیر بهداشت می‌کنیم که حالا اشاره‌ای به برنامه ثریا داشتن، ایشون بعد از چند ماهی از اون برنامه چالشی که ما هم داشتیم، ما البته دغدغه وزارت بهداشت رو درک می‌کنیم و امیدواریم که سازمان برنامه بودجه در واقع بودجه مورد نیاز بحث افزایش سران پزشک رو انجام بده، ولی از وزارت بهداشت هم انتظار داریم که صریح قانون صریحی که وجود داره حتما اجرایی بکنه و نمیشه قانون رو متوقف کرد و انشالله هم اون بودجه تعیین بشه و هم افزایش سران پزشک و متخصص رو ما حتما در عمل هم داشته باشیم. انشالله بعدا در خدمت آقای وزیر هم مجدد در ثریا باشیم انشالله. خب آقای چیوایی، بیایم رو بحث عدالت در نظام سلامت و آسیب شناسی هایی که هست و اینکه نقش مجلس به ویژه این مجلس چی بوده و در آینده مجلس بعد باید چه بکنه. یکی از اون موضوعاتی هست که زینفهای خیلی جدی داره، یعنی تعارض منافع جدی، زینفهای جدی، این که میگم بعضی وقتا عجیب و غریب
فشارها و درگیری‌های اتفاق می‌افته، واقعاً یکی از اون حوزه‌ها حوزه سلامت نظام سلامت هست. بفرمایید. حالا دوستان ارائه هم بیارن تا صحبت کنی. یه سوال کلی وجود داره، یعنی بخوایم از سر مجلس و انتخابات مجلس صحبت بکنی، اونم اینه که بالاخره نماینده خوب چه کسی است؟ حالا مثلا اگه بخوایم توی حوزه سلامت این رو یه خورده خاص‌تر راجع بهش صحبت بکنیم، چه کسی با چه شاخص‌هایی می‌تونیم بگیم نماینده خوب؟ شاید و حتما البته یه شاخص خوب اینه که به جای نگاه صنفی، نگاه قشری، نگاه شخصی، نگاه ملی داشته باشه. یعنی اگه من مثلا کاندید بودم میرفتم میگفتم من میخوام برای یه گروه خاصی، مثلا من میخوام صرفا برای مثلا افراد مثلا شغل مهندسی یک کار رو اقدامی رو انجام بدم، این کجا و این کجا که بگم میخوام برای همه مردم، برای اکثر مردم، برای منافع ملی کشور یک مسئله موضوع پیگیری برای محرومین و مستضعفین. یعنی تاکید صریح حضرت امام رحمت الله اینه که آقا وظیفه اصلی نماینده توجه به مناطق محروم، مردم مستضعف. یعنی این تاکیدات صریح امام خمینی و رهبر انقلاب بله. و منطقش هم همینه. به هر حال اون جاهایی که خودشون ثروت‌های بادآورده و فلان دارن که اون که اصلا مسئله اصلی اونایی که عقب موندن. بله. ما نماینده هایی رو میخواییم که نگاه ملی داشته باشن با اولویت محرومین و مستضعفین و عموم مردم. دقیقا. و شاخص دوم چیه؟ نگاه مدیریتی و اقتصادی در مقابل نگاهی که صرفا بخشی باشه و به یک قشر و یک بخش و یک قطعه کوچیکی از مسئله بخواد نگاه بکنه، که این در واقع باعث میشه تصمیمات بلند مدتی باشه، تصمیمات عمیقی بشه و بتونه اون عیار مجلس رو نشون بده. چون خیلی الان صحبت میشه راجع به این جمله امام که فرمودن مجلس در رأس امور است، و این در رأس امور بودن من داشتم میخوندم در نامه‌ای که مقام معظم رهبری از اتاقا به مجلس 11 هم داشتن، خیلی جالب بود اینکه توضیح میدن که آقا این در رأس امور بودنه برمیگرده به اون عملکرد و اون شأنیتی که نماینده ها انجام میدن، و این در رأس امور بودن رو همین تعبیر میکنه. یعنی من بخوام مثلا جسارت کنم و یه مقدار این رو با بحث خودمون با هم آمیخته بکنم، اینه که آقا این نگاه ملیه اگه در تصمیمات باشه، این نگاه کلان و مدیریتیه باشه، قطعا اون مجلس میره در رأس امور. و حالا اینکه الان صحبت آقا آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا نیست، خب این برمیگرده به عمل کرد. پس آقا ما در حوزه بهداشت درمان نماینده میخوایم که این ویژگی ها رو، یعنی الزاماً اینکه آقا نماینده پزشک باشه تصمیم گیری، بگه آقا من میخوام مشکل پزشکا رو حل بکنم، مسئله نیست. اونم در جای خودش خوبه ها، ولی نماینده مجلس، نماینده مردم، نماینده کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی کشور ما، اون باید دغدغه اصلیش رفع نیازهای مردم و به طور خاص طبقه محرومین و مستضعفین باشه و دسترسی اونها رو به بهداشت و درمان و سلامت بیشتر بکنه. یه مثال بزنیم از در واقع دو تا روی کرده که تو یه مجلس دیدیم، تو خود یه مجلس، مجلس اخیر دو تا روی کرد در تو یک مسئله بود. این که شما میدیدین که نمایندگان، اکثریت نماینده های مجلس 160 نفر نامه زدن به رئیس جمهور درباره افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، گفتن آقا این اتفاق بیفتد، خواستار این اتفاق شدن که افزایش ظرفیت اتفاق بیفته. برای چی؟ برای اینکه دسترسی مردم به پزشک بیشتر بشه. فقط نبینیم، چون من بعد بعضی کاندید بله. بزن ترسم که آها خب پس بریم دیگه، بریم که نبینیم، بریم که نبینیم و آره. از اون طرف من توضیح بده. از اون طرف مثلا یه کمیسیونی بود بنده خدایی که بهداشت درمان آره نامزد هست یا نه، یکی جمهور بود اصلا بله. از اون طرف یه کمیسیون خاص، کمیسیون بهداشت درمان میاد و در کنار سه تا نهاد دیگه که در حوزه پزشکی هستن، خواستار توقف و خواستار در واقع عدم اجرای افزایش ظرفیت میشه. افزایش ظرفیتی که طبق آنچه که قانون نوشته میخواسته به نفع دسترسی مردم و به نفع دسترسی مناطقی که پزشک توشون کمتر هست باشه. خب اینجا تو ساختار صحبت کنیم. تو دنیا اصلا این کمیسیون، بحث کمیسیون بهداشت درمان باز شد، بریم ببینیم تو دنیا کمیسیون های بهداشت درمان، کمیسیون های سلامت چجوری هستن. مثلا یه مثال، دو تا مثال با اونجا گذاشتیم که اگه بیارن اون تصویر قبلی رو، مثلا در کشوری مثل فرانسه، میارین دوستان اون اسلاید قبلی رو تا من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، که در کشور فرانسه اصلا ما چیزی به اسم کمیسیون بهداشت و درمان نداریم. موارد در یک کمیسیونی به اسم کمیسیون امور اجتماعی ساماندهی میشه که اعضاش رو هم بررسی کردن در یه دوره خاص، حدود 40% تحصیل کرده علوم انسانی بودن، 8% فنی بودن، 25% پیراپزشکی و 28% هم حوزه پزشکی بودن. میدونی چرا این نگاه وجود داره آقای مقصودی؟ برای اینکه سلامت یه مقوله صرفا پزشکی نیست، که یه مقوله است که ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره، و تحقیقات اینو نشون میده، میگه که بالغ بر 75% تا 80% سلامت به مسائل غیر بالینی، غیر پزشکی برمیگرده.
ولذا اگه شما دنبال تأمین سلامت هستین در جایی مثل کمیسیون بهداشت و درمان، باید بشناسین، اقتصاد رو بدونین، باید بحث اجتماعی بدونین، باید حقوق بدونین و این خیلی موضوع مهمیه. یا مثلا توی جایی مثل فنلاند که حالا اونجا کمیسیون بهداشت و درمان داره، که کمیسیون بهداشت داره، و توی این کمیسیون هم ترکیب باز ترکیبی نیست که صرفاً بگیم آقا از یک قشر از حوزه ارائه خدمت هست. می‌بینین 28% پیراپزشکیه، 17% رشته‌های فنیه، 5% علوم پایه، 39% علوم انسانی و 11% هم پزشکی. یعنی برخلاف تصور عموم مردم فکر می‌کنن آقا کمیسیون بهداشت و درمان همه باید پزشک باشن، تو خیلی از کشورها اینطوری نیست. یعنی کشورهایی هم که تو این حوزه موفق هم بودن اینجوری نیست که همه پزشک باشن، که اون مسئله تعارض منافع پیش نیاد. بله. آقا من نماینده پزشکان، متاسفانه ما تو سالهای این رو دیدیم واقعا، که مثلا یک کسی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان بوده، همزمان مثلا رئیس نظام پزشکی، صنف نظام پزشکی هم بوده، بعد میرفته مثلا به عنوان ایدی به اون صنف سخنرانی میکرده، میگفته آقا من یه خبر خوب دارم، مثلا تعرفه ها رو تو حوزه پزشکی این کارو کردیم، یا فلان خدمت رو بپنید. یعنی قشنگ در خدمت پزشکا بوده کمیسیون بهداشت تو برخی از دوره ها، که در واقع اون بر قانون تصدیق میکردن، این من رفتن به صنف خودشون گزارش میدادن و تبریک میگفتن که آقا ما تونست، در حالی که اونجا باید شما نماینده بیمارا باشید، نماینده مردم باشید، درد بیمارهایی که دارن تو این بحث پیشگیری، بحث طب سنتی، انواع موضوعاتی که خیلی باید پیگیری بشه. بله. نه اینکه نماینده صنف پزشکا که میگه ما چون پزشکیم، یا من چون مهندسم برم کمیسیون عمران بگم آقا برای تعرفه مثلا مهندسان عمران رو دو برابر کنیم، سه برابر کنیم. این نگاه صنفی آفته، نگاه بخشی منطقه‌ای اینها آفته، نگاه قومی اینا چیزاییه که آفته. شما فکر کنید آقای مقصودی هر کسی بخواد توی مجلس بکشه طرف خودش، بگه آقا من این کارو برای خودمون و قوممون و برای در واقع صنفمون انجام بدم، دیگه چی میخواد، چه تصمیم میخواد برای عموم مردم گرفته بشه. و خب این دو تا مثاله که حالا وجود داره روش صحبت کردیم و همین سلامت پزشکی نیست. بریم توی بحثای بعدی. خب کمیسیون در واقع مجلس شورای اسلامی در دوره اخیرش، حالا ما یه نکته رو گفتیم، از صحن گفتیم که چقدر موافق بود، از کمیسیون گفتیم که چقدر همراه نبود، اما ببینیم اقدامات خوبی که انجام شده. شما میگید جمع‌بندیتون اینه که این جمله خیلی مهمه، که آقا تو دوره فعلی کمیسیون بهداشت، دوره های مختلف تقریبا یادم این مشکل رو ما داشتیم، اصلا ما همیشه کمیسیون بهداشت درمانمون کمیسیونی بوده که عمدش بالغ بر 90%، حالا یکم کمتر یا بیشتر، پزشکان محترم بودن. تصمیماتی هم که از کمیسیون خارج شده، شاید حالا بررسی کنن این مطلب دیده میشه چون مصداق های فراوانی داره، تصمیماتی بوده که حداقل نتیجهش میتونیم تصریح کنیم. بله. بگیم مشکلات و مسائل اساسی نظام سلامت باقی مونده. مثلا یه تصمیم تو مجلس، چند تا مجلس قبل این بود که تعرفه گذاری بخش خصوصی از دولت گرفته شد، سال 83 فهم می‌کنم. بله. اومد در خدمت بخش خصوصی قرار گرفت، یعنی خود نظام پزشکی، صنف نظام پزشکی که یک صنف خصوصی هست در واقع، خود پزشکا دور هم جمع شدن، تعرفه گذاری بخش خصوصی رو با تصویب مجلس و کمیسیون بهداشت، با در واقع پیشگامی کمیسیون بهداشت، افتاد دست نظام پزشکی، خود نظام پزشکی. و ما تو نمودارها اگه یادتون باشه خبر نشون دادیم که از اون سال چه جهشی پیدا کرد تعرفه های بخش در خصوصی. دو سال آقای مقصودی بالغ بر 1300% تعرفه ها در دو سال، یعنی 13 برابر شد در دو سال. ببینید این که ما حواسمون نباشه چه نماینده ای انتخاب بکنیم و در کمیسیون بهداشت میگن فقط پزشکا برن، و حالا که اسوار پزشکی هم داریم که بعدن نمونه هایی داشتیم که پزشکایی که واقعا درد مردم داشتن، یعنی همه پزشکا، ولی بالاخره این تعارض منافع وجود داره تو عموم اقشار ما و اینو باید مهار کرد، باید حواسمون باشه. منم بخوام برای خودم یه تصمیمی بگیرم، بگم کسی دخالت نکنه، من میخوام مثلا کارشناسان حوزه سلامت، خب قطعا تصمیمی میگیرم که فکر میکنم خودم فکر میکنم درسته و احتمالاً از میانگین بالاتره. من فکر میکنم به عنوان جنبندی اینجا اینو بگیم، مردم عزیز دارید نماینده انتخاب میکنید الان توی انتخابات، خیلی خیلی به این نکته حواستون باشه که مطالبه بکنین در حوزه سلامت چیکار میخوای بکنی. اینم عرض میکنم تصمیمات سطحی نه، آقا بیام اینجا بیمارستان بزنیم یه 30 تا 32 تا تخت هم اینجا اضافه کنم، این حرف ها نه، تصمیمات راهبردی که مبتنی بر سیاست کو که عرض میکنم، یعنی توی این ارائه هم وجود داره توی موارد جنبندی این مجلستون رو بگم. پس فرمودید که کمیسیون بهداشت عملکرد قابل قبولی نداشتن در خیلی موارد اینجور بوده، اما صحن مجلس و پیگیری کمیسیون های دیگه کارهای خیلی خوبی کردن، از جمله با پیگیری کمیسیون مثلا کمیسیون هسته 90 مثلا صحن مجلس، و این نشون میده که سلامت به عنوان یک مسئله عمومی چقدر بهتر میتونه توی
فضایی که همه بتونن راجبش نظر بدن حل بشه. و این بازم من تاکیدم اینه، اگه میخواین رأی بدین از نمایندتون بخواید مسائل اصلی سلامت رو، مثل دسترسی به پزشک، مثل دسترسی به خدمات مناسب بهداشت درمانی به ویژه برای بانوان، اینا پیگیری بشه. خب من یادم کمیسیون است 90 تو این دوره تو حوزه بحث‌های سلامت و همین افزایش سرانه و اینها خیلی کارهای خوبی پیگیری کردن. دقیقاً موارد راهبردی رو پیگیری کردن که آثارش تا سال‌ها آثار مثبتش در انشالله سیستم خب خیلی سریع نقاط مثبت همین دوره رو بگیم. ما توی در واقع این مجلس در سال 99 تو قانون بودجه اومدیم یه کاری کردیم، مجلس اومد این کاری کرد، اومد اجرای نسخه نویسی الکترونیک رو که میدونین از برنامه چهارم توسعه نظام جامع الکترونیک سلامت، بعد پرونده الکترونیک، بعد دوباره در قانون برنامه ششم پرونده الکترونیک، اینها قانون بود ولی اجرا نمیشد. مجلسی آسیب شناسی خوبی کرد، فهمید که اولا باید پرونده رو تبدیل بکنه به نسخه الکترونیک تا اجرایی بشه، یعنی یه بخشی از کل کار، و دوم اینکه اجراش رو بسپاره به بیمه ها. بیمه سلامت اومد ورود کرد، بیمه تامین اجتماعی قبل از اون ورود کرد اما توسعه اش با بیمه سلامت بود، و اومدن در قانون بودجه سال 99 این رو واگذار کردن و این اجرایی شد. یعنی نسخه نویسی الکترونیکی شاید از 2-3% بالاتر نمی رفت، در سال 99 به 80-90% رسید. الان در خیلی استانهای کشور میگن 100% نسخه ها الکترونیکی هستم. این در 3 سال در قوانین بودجه این رو آورد، تاکید کرد پافشه که خود رئیس جمهور محترم روش ایستاد، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی خیلی خوب اجرا کردن. این که الان به نتیجه رسید، دفترچه بیمه نباید با خودتون ببری، ثبت شده و راحت حالا مونده تا آثار مثبت این رو ببینیم. آقای مقصودی که من عرض میکنم این تا جایی که برسه به پرونده الکترونیک و اون موقع شما بتونین یه سابقه ای از وضعیت خودتون داشته باشین، درمان بهتری بگیرین، هزینه ها کاهش پیدا بکنه، پس این یکی از اقدامات خوب. بریم اقدام خوب بعدی رو ببینیم که حالا اینجا هم نوشته بیش از 98% نسخ پذیرش شده الکترونیک هستن و غیر. یه اقدام تحولی دیگری که بود در برنامه هفتم پیشرفت هم، در برنامه هفتم 5 ساله هم نوشته شد، بحث ماده 69 بندجین بود، ارتقای عدالت در دسترسی مردم به خدمات تخصصی پزشکی. همین بحث که آقا افزایش ظرفیت تخصصی پزشکی تخصصی متخصصی به میزان حداقل سالانه 12% تصویب شد در قانون برنامه و بناست که انشالله این رشد پیدا بکنه. چون میدونیم ما اینجا صحبت هم کردیم تو این برنامه فکر کنم یک بار که ما سرانه متخصص به جمعیتمون نه تنها از کشورهای مثلا اروپایی که حالا وضع اقتصادیشون بهتره پایین‌تر هست، بلکه از کشورهای منطقه هم پایین‌تر، سرانه کل پزشکمون هم پایین‌تر واقعا. و خب پزشک متخصص به عنوان یک عنصری که ارزشمند هست و میتونه خدمت با کیفیت و خدمت خوب مؤثر به مردم ارائه بده و ارزش توی کشور ما یه مقدار درها بسته بوده، الان داره بهتر میشه، پذیرش‌ها بیشتر شده، باید زیرساخت‌های خوبی هم براش دیده بشه، مشوق‌های خوبی هم دیده بشه. اینکه مثلا یه مسئولی میان میگن که آقا مثلا فرض کنین فلان رشته خاص در حوزه تخصص ورودی نداره، هیچ مشوق خاصی ما ندیدیم برای اینکه طرف بخواد بین رشته الف یا ب بیاد اون ب رو انتخاب بکنه که متقاضیش کمتره، هیچ کاری نکردیم، گفتیم آقا انتخاب بکن. اینا هم باید دیده بشه. قانون مهمیه، اگه یادتون باشه تو لایحه دولت یه اشکالی وجود داشت، یعنی اول گفته بودن سال 20% اضافه بشه، اما تو لایحه نهایی که به مجلس داده بودن یه نسبت خیلی موهوم رو گفته بودن، اونم نسبت متخصص مثلا به مجموع پزشک و نمیدونم رزیدنت و اینا باید بشه یک، که ما اینجا تو برنامه نشون دادیم که این نسبت اشتباهه. اگه یادتون باشه دوستا برنامه چالشی جدی مناظره‌ای هم رفتیم با حضور وزیر، با حضور مسئولای مختلف، و نهایتا این پیگیری ها و پیگیری اندیشکده ها و رسانه های دیگه منجر به این شد که اون نسبت اصلاح شد و صریح اومد توی برنامه هفتم با پیگیری نماینده هایی که میگن پای کار بودن. یعنی میخوام بگم واقعا نماینده هایی که دغدغه داشته باشن، مشورت پذیر باشن، حرف اندیشکده هایی که دغدغه مردم دارن رو بپذیرن و برن پیگیری بکنن. کار به این رسید که بالاخره افزایش سالانه 12% داشته باشن متخصص پذیرش متخصص ما، و اون هم با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و عمدتا مناطق محروم. این خیلی مهمه که در واقع اون مسئله عدالت در دسترسی رو هم تو امان حل میکنه. یعنی آقای مقصودی هم از منطقه محروم گرفته بشه این 12%، هم بره و تعهد خدمت در منطقه محروم داشت. اینجوری نیست که میگن آقا میاد تو تهران، تهرانی که پزشکش نسبت به بقیه جاها زیادتر هست، میاد همینجا کار میکنه. نه، تعهد خدمت و از خود همون منطقه هم است بومی بودن، یعنی اینکه بتونه معیارهایی رو کسب بکنه که ماندگاریش تو منطقه خودش بیشتر باشه. این تو این قانون دیده شده و حالا ضمن اینکه اقدام خوبی است که مجلس تصویب کرده، اقدام بهتر اینه که در اجرای این هم نظارت کامل و مراقبت کامل داشته باشه. مجلس آینده همین روند رو ادامه بده و نظارت بکنه که درست اجرا بشه. ولی میخوام بگم یه اتفاق خوبی افتاد در مجلس و حتی میگم اون اشتباهی که تو دولت
تو این بخشش اومده بود اصلاح شد با پیگیری نماینده ها و اون حالا مسئله رسانه‌ای که عرض کردم، اینا امید بخش واقعا و مهمه که بگم کی روی اون صندلی سبز بشینه. آنچه که دوباره تصویب شده توی این مجلس در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون برنامه 5 ساله، بحث ساماندهی نظام پرداختی. میدونی یکی از مشکلات و آفاتی که شاید از دهه 80 از یه خورده قبل‌تر از اون اواخر دهه 70 گریبان نظام سلامت کشور گرفت این بود که نظام پرداختی نداشتیم که بتونه با نیازهای کشور متناسب باشه، کیفیت خدمت رو تضمین بکنه. ما اصطلاحاً فی فور سرویس پرداخت می‌کنیم، یعنی به ازای خدمت. الان هم همینه، اکثر پرداخت‌ها به همین شکل هست. یعنی من میرم پیش پزشک، هر چند تا کاری که برام انجام بشود هزینه‌اش واریز میشه، حالا با کسورات قانونی و مسائلی که داره. اما در دنیا تجربه نشون داد که اکثر کشورها دارن به سمت نظام‌های پرداختی میرن که بتونه اون ریسک رو متوجه هر دو طرف ارائه دهنده و خریدار خدمت بکنه و بیاد کیفیت خدمت رو هم افزایش بده. یعنی من دیگه اینجوری نباشه که اگه میرم پیش پزشک دغدغه این که حالا مثلا شما من کارم انجام میدم دیگه، اتفاقی اگر در واقع به لحاظ بهبودی برای شما بیفتد 100 یا 10 من کارم انجام میدم و پرداختی به من ارتباطی با اون نداره. در شیوه پرداخت موردی یا گلوبال اصطلاحاً که در قانون این رو تصویب کردن که در واقع تعداد بیشتری از خدمات بیان و پرداخت گلوبال، ما الان 100 تا خدمت شایعمون در بیمارستان‌های دولتی داره گلوبال پرداخت میشه، این رو در قانون برنامه هفتم دیدن که تعدادش بیشتر بشه، افزایش پیدا کنه به حدود 600 خدمت و این یه اتفاق مهم هست. این حد واسطه بین پرداخت فی فور سرویس به ازای خدمت با پرداخت حقوقی که در واقع اون میتونه به نوعی متضمن باشه و پرداخت سرانه‌ای که میتونه متضمن رعایت بهداشت، یعنی انگیزه بده به پزشک برای اینکه پیشگیری رو بیاد توسعه. اون چیزی که مرحوم طریقت توی همین برنامه روش خیلی صحبت کردن، مدل پزشک خانواده. میدونی اصلا چرا این پزشک خانواده ما سالهاست که اجرا نمیشه؟ چون این هسته مرکزیش، یعنی نظام پرداختش دیده نشده. آقای مقصودی، نظام پرداختی که سرانه باشه میتونه متضمن اجرای پزشک خانواده باشه. حرکت برای اصلاح نظام پرداخت الان شروع شده، کما اینکه پرونده الکترونیک هم سالها اجرا نمیشه تا اینکه رفتن سراغ نسخه. اینجا هم نظام پرداخت با اینکه سالها صحبت میشه اصلاح نمیشه تا اینکه بریم سراغ اول گلوبال، بعد انشالله بریم سراغ پرداخت سرانه. یعنی یه تغییر ریل مثبت هست به سمت اینکه در واقع پزشکی ما واقعا اون خدمته توش مهم باشه، نه دقیقا. اون درآمد و اینکه هر اتفاقی افتاد فقط به منفعت و پول توجه باشه، یعنی خدمت با کیفیت داده بشه و یه تغییر ریل خوب میتونه باشه. این میتونه کرامت علم رو، کرامت کار صحیح و با کیفیت رو، کرامت مردم رو تضمین بکنه این مدل پرداخت کردن. یعنی اون جوان پزشکان ما که اهمیت میدن به بیمار و براش وقت میگذارن میتونن این رو حساب بکنن که آقا من الان با مدل پرداختی که داره اصلاح میشه دیگه نمیخوام دغدغه داشته باشم یه کارم بشه 10 تا، یه کار خوب درست با کیفیت میخوام انجام بدم و این پرداختی من رو هم با مدل هایی که داریم به سمتش میریم بهتر میکنه و به اون اهمیت میده ان شاء الله. بریم اقدام بعدی رو هم ببینیم که مجلس چیکار کرد تا بتونیم جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو. یه اقدام خوب به نظرم این بود که ما در قانون برنامه هفتم گفتیم که صادرات حوزه پزشکی ما باید برسه در حوزه دارو و واکسن به سالانه بیش از 1 میلیارد یورو و در حوزه در واقع تجهیزات پزشکی هم به همین نسبت و در حوزه گردشگری هم برسه به 6 میلیارد یورو. خیلی‌ها گفتن عدد زیاده. من از دور که نگاه می‌کردم این روندی که داشت قانون تصویب می‌شد احساس می‌کردم حتی نه تنها عددها کمه و ما ظرفیت خیلی بیشتری داریم، بلکه در واقع میتونیم افقهای بیشتری رو هم در حوزه سلامتمون ببینیم. ببینید این نمودارهایی که مشاهده میکنیم برای اینکه ببینیم واقعا کار شدنیست. کشورهای حوزه خودمون رو داریم نشون میدیم، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، کشور خودمون و مصر. اون پایین پایینی مایی ما که رشد صادرات مایی ما، بله اون پایینی مایی، حالا رنگا شاید خیلی مشخص نباشه ولی اون پایینی مایی. ببینید از سال 2001 تا 2019 همین دو سه سال پیش چه اتفاقی در حوزه میزان صادرات این کشورها در بحث دارو و تجهیزات افتاده؟ میبینی این کشورهایی که شاید فکر نکنیم، مثلا بگیم مثلا ترکیه، حالا مثلا اردن خیلی شاید کشور صاحب صنعتی نباشه، ولی میبینی در حوزه دارو اومدن در تجهیزات سرمایه گذاری کردن برای که صادرات بکنن، ها نه اینکه صرفا نیاز داخل. و خب ما متاسفانه شاید یه علت عمدهش بحث‌های ارزی و سیاست‌گذاری‌های غلط ارزیمون بود. که ما هم قرار ان شاء الله برسیم به ما حالا قرار بریم روش تا اینجا بیایم بالا تو ان شاء الله. ان شاء الله حتی تا اون موقع که ما بیایم اونجا تا رفتن بالاتر رفتن، ولی ما شروع بکنیم قطعا میتونیم. همین نگاه توسعه‌ای به حوزه صنعت دارو خیلی مهمه که اون نگاه صرفا تأمینی دقیقاً برای داخل به این سمت بریم که آقا بازارهای مختلف، ما حالا کشورهای مختلف که میریم واقعا یه فرصت‌های بی‌نظیری برای داروهای دقیقاً. و حالا ان شاء الله مستندای بعدیمون هم میاد میبینیم. من یه چیزی پرانتزی باز کنم اینجا راجع به این نگاهی که ما اگه میخوایم نیاز خودمون رو تامین کنیم باید چه جوری فکر کنیم. من میخوام
یه ارجایی بدم به نگاه کشور ما در تأمین امنیت خودمون چه جوری بودیم. ما هر موقع صحبت از تأمین امنیت کشور شده نگاهمون تأمین امنیت منطقه بوده. ما مرزهای مبارزمون با داعش رو نرفتیم لب مرز خودمون بگذاریم، رفتیم اون جایی که داعش داشت نفوذ میکرد، ما جلوتر رفتیم ازش جلوی گرفتیم، اینجوری شد که تونستیم امنیتمون رو تأمین بکنیم. من فکر میکنم در حوزه سلامت هم همینه. این اگر شما بخواید سلامت کشور رو تأمین بکنید، محدود کردنش به مرزهای کشور خودمون خیلی برای شما در واقع میزان اطمینان کمی میذاره. باید شما نگاهتون این باشه که بگید آقا من این منطقه رو و حتی فراتر از منطقه رو در نظر میگیرم به عنوان هدفم تا بتونم حتما نیاز خودم رو تأمین بکنم، این برای نیاز داخل در درجه اول، و بعد بتونم نگاه توسعه‌ای داشته باشم. تونستیم تو همین برنامه شما اومدن جوانهایی که آقا پای کربنی ساختن، ویلچر کربنی ساختن، صادرات کردن به منطقه، به کشورهای اروپایی، و این نشون داده که ما میتوانیم. افتخار ما شرکت‌هایی داریم که به 50-60 کشور دنیا، دقیقا. از کشورهای اروپایی مثلا دارن مانیتورهای علائم حیاتی بیمار صادر می‌کنن. بله. انواع تجهیزات پزشکی، یعنی یه فرصت خیلی خوبه، هم کمک به بیماران سایر کشورهاست و همین که سود خیلی خوبی داره و اسم ایران رو تو این کشورها سر زبون‌ها میندازه و کمک می‌کنه به تأمین امنیت سلامت خود کشور عزیزم. اون در حوزه تقنینی من چند تا مورد گفتم، چند تا مورد در حوزه نظارتی بگم. تو پایان وقت داریم، می‌خوام برسیم به چند تا کار نظارتی خوبم شد. اینا همه اینا رو کمیسیون اصل 90 انجام داد. ای کاش کمیسیون بهداشت درمان، کمیسیون بهداشت درمان هم نه اینکه همشون، می‌خوام بگم انسان‌های شریف و خوبی توشون بودن، بعضی از این کارهای خوبم کمک کردن، اما نمره از نظر کارشناسان میگن نمره قبولی شاید نگیره، ولی کلیت مجلس کارهای خوبی هم انجام داده. بسیار خوب بوده کارها، و اینم چند تاش بوده که نظارت کردم بر چند طرحی که وجود داشته. انصافا یکیش همین طرح حساب وارد خزانه بود که قرار شد به جای اینکه میدونین وزارت بهداشت به عنوان یه دستگاه بالای 140 هزار تا حساب داشت تو بانک‌های مختلف، خیلی از این حساب‌ها رو اصلا بانک مرکزی دسترسی نداشت برای اینکه رصد بکنیم چه خبر هست. قانون تصویب کردن، از البته مجلس قبلی این قانون بود و در این مجلس با پیگیری‌هایی که انجام شد به ثمر نشست. این حساب‌هایی که به صورت پراکنده بود متمرکز شد در بانک مرکزی، در خزانه، و یک نظارت خوبی روی اینها شکل. حالا جالب اون بنده خدایم که این رو اجرا می‌کرد در وزارت بهداشت، گویا من شنیدم اخیراً جابجا شده، یعنی از اونجا در واقع کارش تموم شده و جای دیگری رفته. به هر حال عرضم این هست، میسین آقای عزیزی که شما الان در برنامه باشین، عرضم این هستش که در واقع این هم یک از اقدامات خوب بود که با کار نظارتی پیگیری شد و انجام شد. بریم چون برسیم به انتهای بس، اسلاید بعدی رو هم ببینیم تا من نکاتم رو جمع‌بندی بکنم از حضور شما مرخص بشم. خب آقای مقصودی عزیز، حضرت آقا در پزشک زن، درباره پزشک زن در سال 72، اون سال که من متولد شدم، فرمودن در رشته پزشکی، بنده بارها گفتم به همون تعدادی که پزشک مرد داریم پزشک زن لازم داریم. حالا مسئله فقط مسئله زایمان و بیماری‌های زنان که نیست، زنان هم به انواع و اقسام بیماری‌هایی که مردان می‌گیرن مبتلا می‌شن. ما باید به قدری پزشک زن در جامعه داشته باشیم که هر زن برای مراجعه به پزشک هیچ احتیاجی به مرد نداشته باشه، بتواند انتخاب بکند. در واقع متون علمی هم میگویند که میزان نیاز بانوان به خدمات بهداشتی درمانی به طور متوسط بیشتر هست. من خیلی مسئله مهمیه. به همین دیدار اخیر رهبر انقلاب امسال با روز مادر با زنان که داشتن دوباره تاکید کردن روی اینکه آقا این مسئله پزشک زن خیلی نیازه، و حالا ما بخشم آماده کرده بود دیگه فرصت نمیشه پخش بکنیم. خب بفرمایید. خب حالا این فرمایش از آقا امسال هم دوباره روش تاکید کردن، این در واقع وضعیت دسترسی به پزشک زن در شهرستان‌های کشور هست. پزشک متخصص خانوم، ببینید در تخصص‌های مختلف در طب سالمندی ما 405 شهرستان داریم که پزشک خانوم طب سالمندی ندارن. در پزشکی ورزشی به همین شکل. جراحی در ارتوپدی، ببین مثلا جراحی، ببین مثلا تو اورولوژی که خب شاید خیلی هم دقیق نیاز خیلی بشه، 381 شهرستان ما پزشک متخصص زن نداره. در حوزه اورولوژی اصلا به این تعداد فکر نمی‌کنم داشته باشیم. آره، دوستانی که رو بحث حجاب و عفاف پیگیره، من قبلا هم عرض کردم که بحث لازمی هم هست، به این حوزه‌های تخصصی هم باید توجه بکنه که آقا ما بالاخره خیلی از زنان، تقریبا همه مردم ما مردمی هستن که واقعا براشون حیا و عفاف خیلی مهمه، براشون سخته یه خانم بره توی برخی از حوزه‌ها بره به پزشک متخصص. خب چرا نباید پیگیری بشه که ظرفیت ورودی خانوم ها پزشک متخصص افزایش پیدا بکنه؟ اصلا آقای مقصودی وقتی در متون علمی بررسی میکنن میگن دسترسی به پزشک، دسترسی به خدمات شامل دسترسی فرهنگی هم میشه. ممکنه هم... پزشک که مرد باشد، شما یک خانومی نخواد مراجعه بکنه، یعنی نیست، منظور این که یعنی نیست. خب اینم بحث تعارض وظایف هست. ببین مثلا یه قانونی که باید اصلاح بشه، قانون نظام پزشکی، یه سازمانی درست کردیم، یه ساختاری درست کردیم که به طور همزمان هم
رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای میکنه، هم پروانه اشتغال رو داره صادر میکنه، هم در شوراهای گسترش برنامه‌ریزی دانشگاه و غیره حضور داره و هم خودش داره خودش رو انتخاب میکنه. وظایف کاملا حاکمیتی است. آره این تعارضی بین وظایف وجود داره و بیم این که بهترین نتیجه گرفته نشه وجود داره. اینا مسائل سیاست ورود بشه. ای کاش فرصت بود بیشتر خدمتتون می‌بودیم. خیلی عالی بود. خوشحال شدم از اینکه شما میدونی وضعیت چیه دیگه، تجربه رو داری که وقت تموم میشه دیگه تموم ان شاءالله. خب این آخرین برنامه ویژه برنامه انتخاباتی سریا بود. حاج قاسم عزیز فرمودن که جمهوری اسلامی ایران حرم هست. انشالله جمعه ثابت بکنیم که همه ماها مدافع حرم هستیم و شرمنده شهدا، شرمنده حاج قاسم و شهدای مدافع حرم و شهدای انقلاب اسلامی نباشیم. تشکر میکنم از همه شما. شب شما بخیر. انشالله یک شنبه آینده با خبرهای خوب در خدمت شما باشیم.